سلام گرم به شما عزیزای دل بریم تو این قسمت یه سری چیزای خفن یاد بگیریم که قشنگ فلاتر رو جمع کنیم بره خب بریم اینو طراحی کنیم فقط از اینکه شروع کنیم ممنون میشم واسه حمایت از من و انگیزه دادن واسه تولید محتوای بیشتر ما رو دنبال کنیم و در شبکه های اجتماعی ما رو به اشتراک بذاریم واسه طراحی این یه روش اصولی هست که یک ذره ممکنه الان براتون سخت باشه روش بیس و پایه رو بهتون یاد میدم جلوتر میایم این فرممون رو دیزاین چرفه ای تر میکنیم منطق بهش اضافه میکنیم الان پس فقط صرفا میگم دیزاین انجام بدیم برای این بخش بریم چیکار میکنیم میایم اینجا یک ویجتی استفاده میکنیم به اسم کانتینر که شبیه کلمه فارسی خودمون به اسم کانتینره که اگه ترجمهش هم کنیم به معنی ظرفه حالا یه عالم پراپرتی داره که همه رو باید به صورت پروژه محور یاد بگیریم تو قدم اول یه وید بهش میدیم بر اساس این ترمون میام بهش وید میدیم مثلا میگیم که باشه روی 300 یه هایت بهش میدیم هایتش مثلا میذاریم روی 45 بعدی کالری بهش میدیم میبینیم چیکار کردیم مثلا 300 هزار کمه مثلا میذاریم روی 300 و مثلا میذاریم روی 350 ذخیره می میکنیم و به این صورت نمایش داده میشه اینو پاک میکنیم خب الان بهش دکور بدیم میگه نما کنید اینجا اینا دکور داره دورش یک سری چیزا داره که الان با هم باید یاد بگیریم پس ببینیم دکوریشن روش اگه نگه داریم میگه چیزی ما از تو میخوام به اسم باکس دکوریشن میام داخلش میام اینجا و یالا پراپرتی داریم دونه باید بررسیشون کنیم پراپرتی اولمون اسمش بردره بردر دقیقا چیه بردر اینه این خط های دورش رو میگم بردر بیایم اینجا می نویسیم بردر یه سری پروپرتی ها داره پروپرتی اولی که میخوایم اینه وید میزویم روی پنج ببینیم چیه اندازه بوردرمونه که ما میخوایم روی یک باشه یک دیگ پروپرتی دیگه داره به اسم کالر که میخوایم بهش رنگ بدیم رنگش میزویم روی گری dot. شید مثلا 700 تیف رنگی های مختلفشه حالا باید گوشه هاشو گرد کنیم واسه گرد کردن گوش ها باید چه چیزی استفاده کنیم یه چیزی به اسم border ریدیوز روش اگه نگه دارین بهتون میگه که من کلاسی میخوام به اسم border ریدیوز داتو میزنیم و اینجا سیرکولا رو قرار میدیم دقیقا مثل همون چیزی که واسه اپوار پیاده سازی کرده بودیم حالا میایم بهش بگیم که شما اندازه 10 پیکسل خم شد گوشه هاش به اندازه 10 پیکسل خم کرد که 10 تا زیاده میزنیم رو هفتانیم ترمون رو ببینیم دوباره باید بزنیم 5. پنج ذخیره میکنیم به این صورت بعد میام هایتش هم بیشتر میکنیم بزنیم روی پنجا خب میذاریم بهش رنگ بدیم میام اینجا بینیسیم color dot بهمون خطا میده خطاش برای چیه؟ این نکته است که باید همچی یادتون بمونه وقتی که داریم از دکوریشن استفاده میکنیم باید این کالر رو داخل این دکوریشن قرار بدیم که خطامون از بین برو بتیم بهش رنگ بدیم این از این موضوع ساده که باید حتما میدونستینش حالا مورد بعدی که ذخیره کنیم برگرده به حالت معمولیش میایم داخل تر این اینو تکست داخلش داره پس میایم خارج از این دکوریشن باکس اینجا می گردیم داخل پراپرتی به اسم چایلد و ویجت تکست رو بهش میدیم تکست اولمون نوشته ایمیل ذخیره کنیم ایمیل رو برای ما داره نمایش میده فقط مشکلی که داره اینه که بالاه. بسید اینکه وسط بیاد با رپش کنیم داخل ویژیت سنتر میخوایم سنتر رابش کنیم میاد وسط دقیقا ویجتمون. ما نمیخوایم این چیزی اتفاق بیاد از کنترل زد میزنیم یه این بالا زیر هایت یک پروپرتی داره به اسم الایمنت این الایمنت حالت مختلف داره بالا وسط بالا راست یا مثلا پایین وسط ما دقیقا میخوایم میخوام روی سنتر لفت باشه وسط سمت چپ نیازی پیاده سازیش حالا باید همینو دوباره بگیریم و پیاده سازیش کنیم حالا ترمون دقت کنید دوباره یه اینجا جرا ببینین این ایمیل رو دقت کنید از کنار فاصله داره برای این باید چیکار کنیم از پراپرتی باید استفاده کنیم به اسم پدینگ از داخل از کنار رو فاصله بدیم می‌نویسیم اجین ست دات میزنیم و روی اونلی قرارش میدیم فقط می‌خوام از سمت چپ فاصلهش بدیم دیگه می‌نویسیم لفت و میگیم که 10 پیکسل فاصله بگیر به همین 10 پیکسل از کنار فاصله گرفت میایم همین دوپلیکیت میگیریم ذخیرهش می‌کنیم میام اینجا این می‌نویسیم پاسپورت ذخیره میکنیم کد مرتب می‌کنیم دوباره حالا باید از بیرون بین این دو تا فاصله بدیم چیکار می‌کنیم؟ میایم داخل این. این بخش می‌نویسیم مارجین مارجین چیه دقیقا مثل ویجت پدینگ تنها تفاوتش که میاد از بیرون فاصله میده یعنی چی ببینید این الان فعلا کامنت میکنم این میام اینجا گفتم که پدینگ میاد داخل فاصله ایجاد میکنه حالا میخوام این فاصله بدم دیگه میام میرسم باتم میذارم روی 20 ببینین ویجتمون منتقل شد چون گفتم از داخل فاصله منتقل میکنه حالا ویجت مارجین از بیرون فاصله منتقل میکنه ببینین اینجا رو این میسیم باتم ذخیره میکنیم فاصله افتاد پس این دو تا بخش رو پیاده سازی کردیم تو قسمت بعدی میخوایم بریم بررسی کنیم که چجوری قشنگتر بتونیم اینو پیاده سازی کنیم کدوم بهینه تر باشه واسه قسمت بعدی رو اصلا از دست ندیم